امروز فرهنگ ایران و ارزش‌های ملی ما در تهاجم دشمن قسم خورده و نوکران جیر مواجب به گیرشون قرار گرفت. هموطن بسیار نازنینم، به روشنی می‌بینیم عوامل و وابستگان، خودفروخته‌ها، جیرخاران، مزدوران، مفلوکین و فرصت طلبانی که دنبال پول‌های باد آورده از سوی رژیم اسلامی که نون سر سفره ملت ایرانه و عوامل پشتیبانی دهنده آنان با تشکیل 1001 حق بازی و کلک سازمان و مسجد و 1001 بنیاد و کتابخونه و کرسی دانشگاه و 1001 مسئله در بین ما نفوذ کردند. به روشنی می‌بینیم عوامل و وابستگان و یا فرصت طلبانی که به دنبال پول خون برباد آورده از سوی رژیم اسلامی و عوامل پشتیبانی دهنده آنها، اینا که در خارج از کشور هستند، با تشکیل خانه هایی به نام ایران، با فروش پرچم و مجسمه و یا نمادهای باستانی ایران، با قبر فروشی و جنس فروشی و 1001 سیاه بازی، با ایجاد و ترتیب دادن کلاس های درس فارسی، ترتیب دانشگاه های اینترنتی، تشکیل کلاس های شنا، تشکیل فوتبال، برنامه های بازی های فوتبال برای کودکان و جوانان، با تشکیل حتی کلاس های موسیقی و نقاشی برای کودکان و نوجوانان. خب ببینید چگونه نفوذ کرد. در شهرهای بیرون از ایران با تشکیل کانونهایی برای کودکان، با تشکیل کانونهایی به نام ایران، با آوردن آوازخوانها، مطربها و ارکسترهایی که بیش از نیمی از پولهای پرداختی مردم بیرون از کشور رو به جیب عوامل رژیم، مزدوران و فاحشه‌های رژیم و یا مستقیم قسمتی از اون رو به جیب رژیم اسلامی در خارج از کشور در صندوقی که باید برای مسائل دیگر خرج بشه ریخته میشه. رژیم صندوق پول در خارج از کشور داره. با تشکیل خانه های سالمندان، با زدن گروسری استورها، بقالی هایی که سر مردم میرن و میان کنترلشون کنن، ببینن کیان، چی کارن، خانواده چند نفره، طرف شغلش چیه، هزار جور کنترل کردن. با تشکیل و راه اندازی بنیادهای وابسته به رژیم به منظور جمع‌آوری پول برای زلزله زدگان و کودکان فقیر و بی سرپرست و و و و و با تشکیل سمینارها، سخنرانی‌هایی که یه مش توده‌ای و حزب جبهه ملی و تمام این‌هایی که پدر ما رو درآوردن و حسین حسین موسوی هم می‌کنن، اصلاح طلب بازی هم می‌کنن، هر چنگاه یک بار در اورنج کانتی تلویزیون پارس به تازگی داره آگهیشون رو دوباره می‌ذاره، اینا رو جمع می‌کنه می‌فرسن اونجا. اینا همه رو حساب، اینا همه رو کتابه. اینجوری دارن کنترل میکنن شهر رو. وقتی نوروز در بسپود میذارن 10 سال اجازه نمیدن پرچم شیر خورشیده سرنگ رو بیارید یا سرود ملی رو بزنید، یا در پارک اربای سیزه به در میگیرن نمیذارن پرچم شیر خورشید بیارید، و یا با همین خزه سبز حسین حسین میر حسین حسین ابن علی، خزه حسین ابن علی، اومدن 1 سال جنبش ملی مردمی و رستاخیز ملت ایران رو گرد مرده روش پاچیدن، اما ما مردانه ایستادیم و باش جنگیدیم و دست این حرومزاده ها رو رو کردیم. دارن کار میکنن، به چه زبونی براتون بگم. در بین ما فراوانن کسانی که مزدوران و جیرخاران رژیمن، یا از دستگاه های اطلاعاتی منطقه پول میگیرند تا برای
قسمتی از پیکر این رژیم مثل موسوی و مثل خاتمی و مثل کروبی و این گونه مسائل سایت بزنن، وبسایت بزنن، وبلاگ بزنن، مقاله نویسی کنن و از این گونه مسائل. اون وقت اگر یکی مثل من گول نخوره، همه را از دور خودش میتارونه. من میخوام سر به تن اونایی نباشن که من از دور خودم تاروندم، چون مغرض بودند، چون خواهان نابودی این تشکیلات بودند. تو مو میبینی و من بیچشم. با پخش و دستور پخش دوباره همه جور نوشته به انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و پارسی که در ابتدا و در انتهای آنها احساسات میهن پرستانه شما رو با یاد از کوروش بزرگ و خلیج فارس و ارزش‌های ملی و باستانی دیگر، ببینید این ایمیل هایی که هر کدوممون روزی 40-50 تاش رو میگیریم، شما رو اول با کوروش و با نام رضا شاه و با آریامهر بزرگ ایران پدر و به عظمت خلیج فارس و به بزرگی عظمت بحر خزر و این حرفا تحریکت میکنه، دنبالش میری به زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی تحریکت میکنه، اون حس ناسیونالیسمت رو با همون سطرهای اول میگیره، ولی در میان خطوط و در بین واژه ها، در میان کلیپ ها، ویدیو ها و یا گفتارهای رادیویی مطالبی رو می گنجونند که مردم رو برسونند به همون صحرای کربلایی که پیش از زمان صفویه این لنگ به سرها، این روزخونها، این زیارتنامه‌خونها، همه اینهایی که در خارج از کشور به ایران دارن خیانت میکنن، یک جوری با این آخوندها در تماس بودن. ژن این آخوندها تو تن و بدن و خون و نفس و یاخته های تن این هاست. در میون کلیپ های ویدیو ها و یا گفتارهای رادیویی مطالبی رو، رادیو تلویزیونی مطالبی رو می گنجونن که مردم رو به جنگ و یا خون دادن و شهید شدن غلط‌ترین تشویقی که یک ایرانی میتونه بکنه، یا ما ناسیونالیسم ملیمون اجازه نمیده تحریم به کشورمون بخوان بکنن، ما ضد تحریمیم، تحریم به مردم فشار میاره، ما با جنگهای مسلحانه مخالفیم، ما با خشونت مخالفیم، ما با تحریم مخالفیم، ما با مبارزه ملی مردمی مردم در مقابل این رژیم مخالفیم، هر جور اینا رو بغل همین بازولار میزنی یعنی حفظ رژیم. درست مانند همون رنگ سبز داخل پرانتز خزه که بی بی سی و وایس آف امریکا و رادیو فردا و چند تلویزیون فارسی زبان در اینجا ببینید در این یک سال گذشته چه بلبشو و چه قوقایی، هرچی ویدیو کلیپ از غرور و به خیابون اومدن مردم ها بود، چهار تا عکس موسوی اینجوری و بغل دست اون زن گل منگولیش مثلا چسبیده به هم و هی اینجوری و بای بای اینا رو توش چپوندند، در همین واشنگتن، در همین لس آنجلس، در همون اروپا ویدیوها رو دستکاری کردن بیرون دادن. شرکت های وابسته به رژیم در خارج از کشور و یا شرکت‌های وابسته به کشورهای استعماری و استثماری که اربابان این رژیم هستند، هر چند گاه یک بار یک کتابی رو معرفی می‌کنند، تبلیغ می‌کنند، یا رو ساب تلویزیون می‌شینه هی میگه این کتاب رو بخرید، وزارت ارشاد نوشتتش، بیرونش داده، در خارج از کشور در وست‌وود دوباره چاپش کردند، کتابی رو معرفی میکنن که سر تا سرش توهین و تهمت به ایران، به پادشاهان ایران و تحریف تاریخ ایرانه، کاری که رژیم اسلامی 31 ساله داره با مخشویی بچه های ما میکنه. با شما به تظاهراتی یا کنفرانس هایی، یا شما رو به تظاهراتی یا کنفرانس هایی دعوت میکنن
که نیت آن تجزیه ایران، جدایی طلبی و یا همکاری با بیگانگان و گرفتن امضا و تاییدیه با حضور شما برای ترتیب حمله به ایران و مجاز جلوه دادن خواست اکثریت برای تن دادن به استعمار. 31 ساله دارن این کارا رو میکنن. اون وقت میخ خره هر کدوم از این پافیوزا رو بگیری، آقا وزیر بوده، آقا وکیل بوده، آقا مدیر کل بوده، آقا با اونجا بوده، آقا این آدم خیلی گردن کله. جز خیانت، جز نامردی، چه در زمانی که دوروبر پادشاه ما بودن خنجر رو زدن، چه زمانی که بیرون اومدن، حالا هم که تخت یه جفت نخل نر شدن با سر بنیانگذار سپاه و بنیانگذار اطلاعات امنیت و دائما تو بی بی سی و بوی سفر و رادیو. ایراد بگیریم، سکویی با کسی نمیسازه، سکویی همه رو پرونده با تیر.